برای یک درد بسیار طولانی و ساختاری شده، یعنی در اسکلت نظام جا کرده، راه چاره کوتاه مدت قطعا وجود نداره. راه چاره کوتاه مدت این خواهد بود که گشایش ارزی فراهم بیاد، یه مقدار پول دست آقایون برسه تا بتونن واردات رو زیاد کنن و بخشی هم ارز پاشی بکنن، بتونن قیمت ها رو اندک کنترل بکنن. ولی این درمان نیست، این ادامه همون سیاست سابق زمانی که ارز کافی در اختیار داشتن و بسیاری از اونها رو نفله کردن. به این ترتیب مسائل اقتصادی ایران مشخصه، شناخته شده است، در چندین گروه میشه اینا رو طبقه بندی کرد. هر کدام از اینها زمان بندی معینی داره برای درمانش. سریع ترین اقدامی که باید انجام بگیره دگرگونی در سیاست خارجی کشوره که بتونه راه تجارت رو باز بکنه. ایران دچار کسری وصول ارزه، یعنی کسری تراز پرداخت داره. هم سال گذشته و هم حتی در این 8 ماه گذشته حدود 5 میلیارد دلار کسری داره. شما وقتی پول ندارید کالا وارد کنید، قطعا قیمت اون پول خارجی ارز بالاتر خواهد رفت. این دلیل عرض کنم کمبود ارز، از سوی دیگر بسته شدن راه ورود ارز از عراق یک مسئله است. ولی دلیل درونیش اون افزایش تورمه که مدام موتورهاش با تمام نیرو کار میکنن و تورم 45% رسمی رو بر اقتصاد تحمیل میکنن و این البته دلار رو گرانتر و ریال رو زمین گیرتر میکنه.